برای اینکه جنگجوی بزرگی بشی فقط توانایی حمله کردن کافی نیست، بلکه باید هنر دفاع کردن رو هم یاد بگیری. تبدیل شدن به یک شطرنج باز افسانه‌ای و تاریخی مهارت‌های خیلی زیادی رو میطلبه. شما باید تاکتیک و محاسبت در اوج خودش باشه، شطرنج پوزیسیونی رو خیلی خوب فهمیده باشی. اما اونایی که متمایز میشن یه مهارت دیگر رو هم دارن، مهارت سرسختی و تاب‌آوری در وضعیت‌های بسیار بسیار دشوار. مثال بسیار زیباش در دور چهارم مسابقه سینگفیلد کاپ ما بین دو جوان جویای نام دنیای شطرنج اتفاق افتاده، جایی که گوکش دوماراجو کاندیدای قهرمانی شطرنج جهان، جوان 17 ساله هندی که همه جهانیان رو متحیر کرده مهره سفید رو داره، و علیرضا فیروزجان نابغه دنیای شطرنج با مهره سیاه بازی میکنه. گوکش با مهره سفید با پیاده شاه بازی رو آغاز میکنه و شاهد شروع بازی اسپانیایی هستیم، جایی که علیرضا با دیوار برلین به مسافه روی لوپز میره، شاخه‌ای که مشهور به تساوی و اینکه سیاه میخواد تعادل رو بگیره. سفید وارد لاین های اصلی دیوار برلین میشه، یعنی لاین هایی که تعویض وزیرها صورت میگیره و سیاه شاهش از قلعه میفته، پیاده دوبل داره ولی در ازاش یک دوفیلی رو داره و به این دوفیل دلش خوشه. کسی که این شروع بازی رو مطرح کرد در سطح اول جهان ولادیمیر کرامنیک بود، مقابل کاسپاروف با موفقیت ازش استفاده کرد و حالا امروز همه دارن ازش استفاده میکنن، به طوری که دیگه سفید مثلا در این حرکت معمولا قلعه نمیره. در سطح بالا مثلا دیدیم عبدالستاروف دسه رو بازی کرد در راند قبلی مقابل فیروزیا و خیلی بازیکنهای دیگه دسه، وزیری دو، حرکتهای دیگر رو بازی میکنن و وارد شاخه اصلی، یعنی شاخه‌ای که وزیرها تعویض میشه، نمیشن، چون مشهور به تعادل و حتی بعضی جاها سیاه طلبکارم میشه. حالا بریم ببینیم بازی چجور پیش میره. از 3-3 گسترش اسب و شاه به E8 برمیگرده، به دفاع از پیاده F7 میپردازه. یکی از طرحهای اصلی سیاه اینه که H5 کنه و پیشروی پیاده های جناح شاه سفید رو مختل کنه. جایی که سفید یه پیاده جلو داره جناح شاهه، یعنی این ور بازی سفید یه پیاده بیشتر داره و هدف نهاییش اینه که بتونه این پیاده ها رو متحرک کنه و یه پیاده رونده ایجاد کنه. حالا سفید با H3 یه همچین طرحی رو میخواد آغاز کنه. سیاه میتونه H5 بازی کنه که اغلب این بازی شده، اما علیرضا حرکت کمتر بازی شده از B7 رو بازی میکنه، حرکتی که شاید میخواسته گوکش رو غافلگیر کنه. با رخ D1 که حریف مواجه میشه و حالا اسب G6، اسب این جایگاه رو انتخاب میکنه، شاید میخواد حالا فیلش رو وارد E7 کنه، یه فشاری هم روی پیاده E5 داره. B3 میخواد فیلش رو به B2 بیاره، فیلی هفت و فیل B2، سفید فیلش رو در قطر بزرگ فیانکتو میکنه و حالا H5، سیاه به اون هدفی که میخواست میرسه و نمیذاره که پیاده های سفید تحرکشون رو داشته باشن. رخ به E1 برمیگرده. گوکش تا اینجا کار رو حدود 30 دقیقه صرف کرده، پس شاید از دایره تدارکاتیش خارج شده و علیرضا تونسته اون رو یه جورایی سردرگم کنه. اینجا حرکت H4 اگه یادتون باشه ما توی لایف خیلی ازش تعریف کردیم و به حرکت خوبی ازش یاد کردیم، اما من امروز نشستم این بازی رو خیلی خوب تحلیل کردم و به این نتیجه رسیدم که حرکت H4 سرآغاز مشکلات سیاهه، چون که سفید یک طرح بسیار بسیار قدرتمندی رو اجرا کرده. حرکت درست در اینجا احتمال زیاد اسب خونه F4 بود، با ایده آوردن اسب E6 تحت هر شرایطی اسب رو به E6 بذاریم و اینجا از همه وضعیت دفاع کنیم، حتی اگر اسب F5 بشه کاریش نداریم، H4 میکنیم و حتی اگه بزنه به دنبال فیل ناهمرنگ میریم که تصمیم سختیه، ولی سیاه خب به دنبال گرفتن مساویه B6 A5 C5 اینها رو، حالا C5 که نپیاده باید خونه D5 رو بگیره. در هر صورت این چیزی بود که باید بازی میشد اگه کسایی دوست داشتن اطلاعات تئوریکشون بالا بره. اما حرکت H4 مشکلش چیه؟ پیاده سفید رو اینجا میخوب میکنه و یه فضای بیشتری رو میگیره، آماده سازی برای حرکاتی مثل رخ H5 هم هستش، فشار به پیاده E5، اسبو میذاره E4 و اینجا دیدیم که تهدید اسب F6 کیش داره ظاهر میشه و اگه شما فیلتو به E6 بذاری هر لحظه احتمال داره با اسب G5 چیزی این فیلت دوباره تهدید بشه، حالا یه رخ D1 C4 هم شاید بیاد قبل از اینها. علیرضا شاهش رو توی خونه F8 پارک میکنه که از اسب F6 کیش در امان باشه، اما گوکش رخش رو به D1 میذاره. شاید این سرعت این حرکات گوکش نشون بده که اون زمانی که اونجا داشت تلف میکرد برای یا یادآوری لاین ها بود و یا اینکه اصلا میخواست علیرضا رو سردرگم کنه و همه اینها رو تدارک داره. بالاخره بازیکنیه که داره میره کاندیداتوری، یه تیم تدارکات قوی داره و
همه مهرهاش الان در جریان بازی هستن اما مهرهای سیاه نه. اینجا علیرضا حرکت رخ به 8 رو بازی کرد، حرکت مرموزی که ما خیلی نفهمیدیم جریانش چیه، ولی الان میخوام براتون موشکافی کنم. حرکتی که من توی لایف مدام بهش اشاره میکردم رخ 5 بازی شده و حرکت خوبیه، اونم سفید میتونه یه برتری مختصری بگیره با حرکت زیبای اسب دشیش، یه حرکت بسیار قدرتمند برای گرفتن فیل 3-8 و حالا اگه بزنی میزنه و این فیل جایی نداره بره، فیلم بذاری F6 با ده اول فیل در F6 میزنه و D7 و حالا سفید وارد یک آخر بازی برنده میشه توی این وضعیت. پس از D6 تهدیدیه که اینجا وجود داره برای سفید، از D6 و حالا نمیتونی فیل رو تکون بدی چون پیاده B7 رو میزنه. پس شاید علیرضا رخ B8 رو به این دلیل بازی کرده که اگر از D6 بازی شد حالا فیلش رو بذاره E6 و این اسب حالا باید تکون بخوره. پس اسد 6 خونسا شد، اما گوکش اینجا با یه حرکت بریلیانت، با یه حرکت شاهکار اسب 6 علیرضا رو غافلگیر میکنه. پس اگر برگردیم عقب علیرضا باید چیکار میکرد؟ شاید رخ 6 تا یه حدودی از اسد 6 حالا با ایده استری 5 دفاع میکرد، ولی سفید میتونست تغییر جهت فیل بده، فیلش رو بیاره اینجا، مجبوری که تقریبا برگردی و حالا میتونه فیلو برگرده، میتونه نه شاه بذاره F1 و کم کم وضعیتش رو بهتر کنه در هر صورت، یا اسب ای رو بذاره G5. بازی برای سیاه اصلا راحت نیستش. به همین دلیله که میگم اینجا حرکت H4 علیرضا میتونه سرآغاز مشکلاتش باشه، چون بعد از این وضعیت من حرکت خیلی خوبی رو برای علیرضا نمیبینم. رخ به 8 که بازی کرد، اسب F6، از اینجا به بعد حالا با چه مشکلی مواجه هستیم؟ اگه بزنیم بزنه فیل D6، فیل آسه کار تموم، رخ در D6 داره ماتمون میکنه، چیکار کنیم؟ اگه شاه رو بخوایم فرار کنیم میگه کیش، بالا میگه کیش و حالا از در چشتم میزنه و این بازی رو خواهیم باخت، چون بعد از این فرض کنیم فیل در D6 و حالا جولان رخ‌های سیاه رو میبینیم، رخ داره میاد توی D8 سوار دیگر رو میگیره و بازی رو میبره. یک دید ترکیبی فوق‌العاده، فقط فیل آسه که بازی رو میبره. پس اسب غیر قابل شکاره و علیرضا میره که این اسبش رو بالاخره به این فکر میفته که اسب رو به جریان بازی برگردم. گوکش میتونه 3-4 بازی کنه، اما نکته اصلی این بود که دو فیل سیاه که راجبش صحبت کردیم، گفتیم جبران سیاه هست رو اینجا میگیره از علیرضا و حالا پیاده دوبل سیاه مونده و شاهی که خیلی حالا شاه شاید بگیم خیلی ناامن نیست، اما دو رخ ارتباطشون برقرار نشده. حالا شاهی هشت میگه برو عقب، نباید اینو بزنی، فیل D8 رخ گیر میفته، بلا نسبت که کسی اینو بزنه. رخ میره D1 و حالا C5. هدف علیرضا رسیدن به یک تعادل دینامیک ترین وضعیته. اوکی پیاده دوبل دارم، اما پیاده های جناح شاه تو هم پیش روی نمی کنن. اسب وارد D2 میشه، میخواد اسبش رو به C4 بیاره. اینجا جایی بود که علیرضا همه ما رو شگفت زده که با حرکت عجیب و غریب شاه D7 که حتی انجین chess.com اولش میذاره این حرکت غلطه، ولی بعدن تاییدش کرد این حرکت رو با ایده رسوندن به شاه به E6. اما شاید انصافا اگه بخوایم بگیم رخ D8 اینجا حرکت به مراتب بهتری بود، باز با ایده آوردن رخ از H5 یا H6 به جریان بازی و تعویض بیشتر مهره ها. اسب سیاه در نهایت میتونه توی خونه E6 بشینه و یه وضعیت متعادلی رو ایجاد کنه، اما شاه میره اینجا و از بعد از 3-4 شاه میاد توی E6 با دل شیر علیرضا میاد اینجا، ولی شاید هم با دم شیر داره بازی میکنه، چون گوکش اینجا یه قربانی دیگر رو به علیرضا میده، یه بار اسبش رو داد، حالا رخش رو میده، این رو دیگه باید بزنیم اگه بری بالا کیش مخوری و اگه بیای اینجا رخ میذاره D7 و کار تموم میشه. پس غیر قابل بازیه، باید بزنیم، میزنه و تک حرکت شاه D5 و اینکه بازی رو نبازیم و حالا رخ E5 کیش، حرکتی که انجین ها میگن اگه اول میزد بهتر بود، اما هدف گوکش از این کار اینه که اسب E5 کیش رو ایجاد کنه، حرکتی که میخواد پیاده های جناح شاه سیاه رو رنده کنه. خب اینجا علیرضا از B5 اجتناب میکنه، شاید به همین دلیل اسب E5 مثلا فکر کرده B5 اسب E5 و حالا رخ در F7 این پیاده رو دارم میدم، اسبش هم اینجا قدرتمنده، مثلا رخ B8 رخ در A7 میتونم بزنم، رخ در G7 میتونم، رخ در A7 به خصوص اینجا و بازی ادامه داره. گوکش حالا ما تحلیل زیادی بعد از بازی نداشتیم، میگفت من این وضعیت رو اینگونه ارزیابی کردم که پیاده هاش خیلی آسیب پذیرن و شاهش هم اینجاست، میتونم ازش استفاده کنم و همین اتفاق هم میفته، میزنن تو پیاده. اینجا علیرضا باید اسبو میذاشت T5 و سفید در اون صورت آچار میکرد، اسبش رو توی خونه 3-4 فیکس میکرد، اما این بهترین دفاع برای سیاه بود. رخو میذاره F8، رخو میذاره G8، البته اشتباه گفتم، این یکی رخ رو میذاره G8، رخ H رو میذاره G8 که تعویض رخا رو به نحوی اجباری کنه، اما اجباری نمیشه، رخ کیش، بالا اسب کیش
نه از پیش نه ببر. از پیش خیلی حرکت خوبی بود، میتونست بازی بشه، یا فیلدر اف 6 جفت اینا میتونستن بازی. البته از پیش نه ببخشید، از پیش رو شادر د 6 میزد چرت و پرت. چرا میگم و حالا این پیاده اچ سر رو داریم با کیش میدیم، اینم بد نبود ولی خب خیلی خوب نبود. شاه اف 1 حرکتی که جلوی رخ در جی 2 رو میگیره، حالا رخ در جی 2 رو میتونیم از پیسه کیش بدیم و بسیار بسیار حرکت قدرتمندیه. شاید اینجا از در جی 2 هم قابل بازی بود، اما علیرضا ب 5 رو بازی میکنه، از پیسه کیش، شاه در د 6، رخ اچ 7، گوکش بهترین حرکات رو بازی میکنه. هر دو بازیکن تا یه حدودی در تنگ زمان هستن، حتی تفسیر این بازی هم واقعا سخته، چه برسه به بازی کردنش. علیرضا اسب رو میذاره د 5 و 3 4 کیش، گوکش این پیاده رو همون ور آب میکنه. حالا پیاده 3 5 هم ضعیفه، یه 3 به 1 توی جناح شاه داره، درست تفاوت عقبه ولی خب دو تا پیاده در ارزش داره، میتونه پیاده رونده ایجاد کنه، همون پیاده هایی که گفتیم در اول بازی توی برلین احتمال رونده شدنشون زیاده. به همین دلیل علیرضا اف 5 رو بازی میکنه، جلوش رو میگیره و از اینجا به بعد اینجا یه جایی هستش که علیرضا میره برای گرفتن تعادل، یه اشتباهی رو مرتکب میشه در تنگ زمان، رخ جی 4 رو بازی میکنه. اگه بهتر اینجا اف 4 بود، هرچند وضعیتش بازم بعد اچ 5 خیلی سخت بود، اما رخ جی 4 شاید روی این حساب کرده که بزنم میزنم و حتی طلبکار میشم و دارم رخش رو میزنم، خب داره چیکار میکنه؟ اچ 5 حکه بسیار قدرتمند از گوکش که نشون داد چقدر بازیکن خوبی، اگه بزنیم میزنه و حالا اچ 6 رخم بذاری اف 7 فیل جی 7 اچ 7 اچ 8 فرش قرمز برای پیاده سفید پهن شده و بازی رو میبره. پس نمیتونیم اینجوری بازی کنیم، مجبوریم که اف 4 کنیم و رخو بذاریم پشت پیاده، جای رخ پشت پیاده رونده هستش. اینجا جی 3 گوکش که بعد از یه فکر زیادی هم انجام داد، حرکت انجینی بدیه ولی انسانی خیلی حرکت خوبی بود، حرکت بهتر شاید مثلا به عقیده انجین ها اینه، ولی این شاخه خیلی بوی مساوی میداد. ما توی لایو هم کامل بررسی کردیم، میتونید ویدئوی لایو رو هم داشته باشین. تنها حرکت سفید اینجا رخ اف 4 و حالا مثلا آ 5 سفید گیر کرده مهره ها، شاه سیاه هم در د 5 خوبه، کیش میاد بالا، کیش دوباره میاد بالا و پیشروی کردن توی این وضعیت کار ساده ای نیستش و حتی اینجا سیاه میتونه آ 4 بازی کنه، اینو زدی رخو بذاره آ 8 و پیاده زیاد داری ولی هیچ کدومشون به درد نمیخورن، سیاه فقط یه پیاده داره و شاید این پیادهش اصلا یه چیزی بشه در آینده. پس این با این لاینی که انجین میگه خیلی خوب نبود. خود گوکش خیلی عالی بازی کرد، اگه جس حرکت قدرتمند یا حداقل در تنگ زمان جواب داد. اینجا دفاعی که علیرضا باید پیدا میکرد رخ اچ 1 بود که خیلی حرکت سختیه، نه فقط به این دلیل که شاه جی 2. حالا شاید ما بعضی اون اف در جس رو ببینیم میگیم زد جی در اف 2 و حالا اینجا بازی خیلی هم سخت نیستش، این بازی مساوی میشه و اینا. البته میگم اینجا مثلا فرض کنیم بعد شاه جی 2 شما باید رخ اف 7 بازی کنی و به این نتیجه برسی که بعد فیل جی 7 چون شاه توی جی 2 نمیتونه فعلا بیاد، نمیتونه فعلا کاری بکنه، اچ 7 رو بازی کنه و شما میتونی سه 4 بازی کنی. باز شاه که بیاد تو بی 3 شما میزنی، باز نمیتونه اچ 7 کنه. چرا الان دیگه داره اچ 7 میکنه؟ نه شاید رخ اچ 8 میکنیم مثلا. الان نکته اینه که حالا یه لحظه بذاریم من چک کنم، مثلا اگر نمیزد، اگر اچ 7 میکرد خب میتونستیم ما هم بزنیم، شاید اونور وزیر کنیم، جفتمون وزیر میآوردیم. یه لحظه اگر اچ 7 میکرد به 2 حرکت درست به 2 بود، اچ 8 و اونم وزیر، جفتشون وزیر میکردن و بازی مساوی میشد. پس خیلی سخت محاسبه این. حالا آدر بسر رو چیکار میکنیم؟ میگه رخ اف 1، حالا باز شاه جی 2 رخ اف 7 بازم یه مساوی سخت. این یکی از اون مساویای سخته. یکی دیگه چیه؟ اف در جی 3 اصلا اف در جی 3 بزنید، دارم رختو میزنم، دارم فیلو میزنم جی 7، رخ در اینجا هر وقت بزنی فیل جی 7 بازی رو باختی، سکیور و به سیخ میکشه این دوتا رو. پس چیکار کنیم؟ باید رخو بریم پایین. خب فیل میاد جی 7، حالا چیکار میکنی؟ رخ کیش تک حرکت، رخ اچ 3 تک حرکت، رخ جی 4، باز شاه ای 6 و اینجا باید به این نتیجه برسی که این وضعیت مساویه. خب تگ تا اینجا رو ببینی اوکی، ولی دیدنش تا اینجا واقعا کار آسونی نیستش و علیرضا در تنگه زمان رخ رو میذاره. اشتو خیلی هم فکر نکرد با این ایده که حالا دارم جی 3 رو میذارم ولی حریف زد تو اف 4 و حالا پیاده نه ببخشید بزنید تو اف 4 جی 7 رو میگیریم. نکته اینه که حالا منم حتی قاطی کردم، فیل جی 7 اول میشینه به رخ، رخ رو باید تکون بدیم و حالا جی در اف 4، حالا پیاده رو گرفته و سه تا پیادهش موندن. حالا رخ اف 5 شاه 2 و آ 6. اینجا میخوام یه بحثی رو با شما باز کنم که چیه این تاباوری و مقاومت. حالا اونایی که تا اینجا ویدیو رو اومدی میتونین این رو داشته باشین، یه چیز جدیدی بهتون اضافه میشه که توی لایف خیلی راجبش صحبت نکردیم. ببینید ما حتی این رو میتونیم به زندگی هم ربط بدیم. مثلا شما در زندگی خودت و زندگی همه ما لحظات سختی هست، تو این لحظات ما خیلیامون خودمون کارهایی میکنیم که کار رو هی برای خودمون سختتر و سختتر میکنیم، هی شرایط رو سختتر و سختتر میکنیم، یه جور خودآزاری داریم، یه جور تخریب خودی داریم، حالا یا با افکار یا با رفتار یا با گفته‌ها، هر چیزی یه کارهایی میکنیم که اوضاع از اونی که هست بدتر میشه.
و این باعث میشه که هی بدتر و بدتر و بدتر بشه و احساس شکست خورده و حالا اینا رو داشته باشی. توی روانشناسی هم یه مفهومی هست به اسم تاب‌آوری که حالا اگه یه روزی اون کانال روانشناسی رو زدم خیلی راجبش صحبت خواهیم کرد، خیلی مفهوم مهمیه و واقعا تاثیرگذار در زندگی شما، اینکه بتونی تاب‌آور باشی. و توی بازی شطرنج هم اینجا بازی جاییه که خب سفید جلوی داره بازی رو میبره، ولی سفید باید بازی رو ببره، مهم اینه که تو بهش نبازی. علیرضا رو دقت کنین، اینجا آشیش بازی میکنه، میگه ببر اگه میتونی ببر، من میخوام ببینم اگه تو واقعا کارسنی، مثلا خیلی بازیکن قدرتمندی هستی، منو بردیدمت گرم، ولی خب من بهت نمیبازم بازی رو. رخو میذاره اینجا، باز رخو میذاره اچ 3، بهترین حرکت، نمیذاره شاه بیاد توی اف 3، رخو میذاره اچ 3، حریف رو مجبور به اف 3 میکنه، حالا رخو برمیگرده اچ 1. باز یه ایده بسیار خوب که نذاره حریف شاه 3 کنه. الان دقت کنید، شاه 3 میاد فورا کیشو پیدا میکنه، بعد دوباره رخ رو برمیگرده پشت پیاده رخ، و اینجا جایی بود که گوکش دیگه نتونست لاین برنده رو پیدا کنه. لاین برنده این بود که شاه بذاره جی 3. توی لایف خیلیاتون پرسیده بودین که راهش چیه، رخ کیش شاه 4، این راه برنده ای بود که پیدا کردنش واقعا سخته. حالا اگه کیش بدی دیگه شاه اینجا، و اگه رخو بذاری اینجا این پیاده رو هم از دست میدی، کیش میاد اینجا، کیش میره اینجا و کاریش نمیشه کرد. دوباره کیش بدی دیگه شاه میاد توی ایسه و سفید این بازی رو میبره. به احتمال زیاد این بازی باز ادامه داشت، یعنی اینجوری نبود که علیرضا اینجا مثلا باز انجی میگه شاه 6 رخ ترین، شاه بذار اف 7، باز داری بازی میکنی و حالا فیلی 5 و ادامه داره، اینجور نیستش که اینجا تسلیم میشه، ولی خب سیاه هر لحظه به باخت نزدیکتر میشه. اما گوکش در تنگی زمان رخو میذاره ای4 و حالا شاده 6. چرا؟ چون نمیخواست با رخی 5 مواجه بشه، نمیخواست رخی 5 رو بخوره از حریف، چون اگه رخی 5 فرض کنید آ5 بازی بشه، رخی 5 کیش این تعویض صورت بگیره، برد برای سفید راحت‌تر میشه. پس نمیذاره کار رو برای حریف سگ دفاع که میگیم همینه دیگه، کار رو برای حریف راحت‌تر نمی‌کنی. رخ کیش برو اینجا، دوباره رخ رخو برمیگردم و زمان حریف رو هم دقت داشت که نتونه خیلی فکر کنه. شاه میاد رخ میاد اینجا، میخواد با کیش بزنی، نمیذارم، شاه میرم د 5 تا توپق دارم میذارم و حالا رخ تراشیش. باز باید حالا تلاش میکرد، مثلا شاه میذاش د 3، باید با وضعیت یکم دیگه تکون میداد وضعیت رو و یه جایی حالا به دنبال این میرفت که دوباره شاه رو برسونه اینور، ولی خب دیگه در تنگ زمان گفت این پیاده رو بزنم تکرار حرکت نشه و حالا اون پیاده مهم گرفته شد. مهمش اینه که حالا پیاده اف 3 هم داره گرفته میشه، سفید میاد اینجوری ازش دفاع کنه، یه چند تا کیش هم میده اینجا. حتی علیرضا توی تنگ زمان دوچار یه اشتباهی میشه اینجا، اگر شاهی 4 بازی میشد خیلی کار براش سخت میشد، چون رخ در اف 3 رو اشتباه میخواد، هرچند بازی هنوز مساوی بود ولی خب کار سخت میشد. اما بعد از رخ 6 کیش میاد تعویض میشه و اینجا این پیاده رو هم میگیره و بازی اینجاها دیگه به سمت تعادل میره، چون رخ اینجا میزنه توی این پیاده و بعد از این حرکات اگه فیل رو هم نده، فیل رو مثلا نگه داره، این شاه توی خونه آهش خودش رو پارک میکنه، اینجا میاد و میره و هیچ راهی برای بردن این بازی نداری، چون خونه ارتقای پیاده سفیده و با یه فیل فقط نمیتونی ببری، این خونه ارتقا رو هم نمیتونی از سیاه بگیری. نهایتش اینه که این پیاده رو میاری جلو، مثلا شاه هم میای پیاده رو یه دونه دیگه میاری جلو و اینجا دیگه باید چیکار کنی؟ شاه بذاری اینجا، میام اینجا، کیش بدی، شاه میام اینجا و بازی مساوات میشه، اینجا ندارم برم دیگه و بازی پات میشه و هیچ راهی نداره. پس اینم از این بازی، از علیرضا فیروزجا یه دفاع دیگه، بازیش هم با ماکسیم، بازیش هم با حتی کاروانا جاهایی بدتر بود، خلاصه چند تا وضعیت بدتر رو تونسته نجات بده. این بازی هم به خصوص موره سیاه رو داشت در صدر جدول رقابت‌ها. چه خبره؟ وسلیسو یه بازی عجیب و غریبی رو از نپو برد، نپو خودش به خودش باخت، یعنی اون هنر تاب‌آوری رو شاید بشه گفت نپو نداشت در اون بازی. بازی که مثلا اگر یه لحظه ما نگاش کنیم، اینجا مثلا یکی اینجا مساویه، بعد قبل از این رو شما اگر دقت کنید، این وضعیت رو اگر شما دقت کنید، مثلا به یه همچین وضعیتی بازی رسیده و اینجا مثلا نپو تصمیم میگیره د 4 رو بازی کنه، حالا پیاده ها رو ساده کنه و وارد یه آخر بازی رخی میشه که دو رخ و یه پیاده، که این بازی تئوریک مساویه، باید خیلی ساده بتونه مساوی رو بگیره، ولی انقدر سری بازی کرد و انقدر هیجانی بازی کرد که انگار هیچ خبری نیستش توی بازی. توی چند حرکت این بازی بازنده شد و سفید پیادهش رفت و وزیر شد و اینجا هم از تکنیک پل زدن اومد بازی رو برد. شاید یکی از مشکلاتی که نپو در بازیش داره این تاب‌آوری و دفاع وضعیت‌های سخته، کاری که مثلا کارلسن، ناکامورا اینا خیلی خوب انجام میدن و بازیکنان قدیمی گذشته، مثلا شما کارپوف و کاسپاروف یه بازی رو شطرنج رو می‌خواستی ازشون ببری، به خصوص کارپوف، خیلی بازیکنان هیچ وقت کارپوف رو نبردن، یعنی انقدر یه بار مثلا کاسپاروف، ولی هیچ وقت کارپوف رو نتونستن ببرن، چون این وضعش هم بد میشد نمیباخت بهت که.
در هر صورت این از این بازی صدر جدول رقابت ها رو یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم. علیرضا هنوز صدر جدول، با وستیسو صدر رو این بار مشترک شده، بسیار عالی. و ببینیم امروز با کی بازی داره، امشب یعنی بازی ها که هستش. علیرضا با آنیشه، وستیسو داره با پراگنانادا با مهره سیاه، و نپو با دینگ. شاید انتقام قهرمانی جهان رو بخواد بگیره نپو و باخت دیروزش رو هم جبران کنه. امشب هم به احتمال زیاد اگه چشمام اجازه بده شاید ویدیو ببین چرا دیر آپلود شد، چون واقعا نمیتونستم، چشمام میسوخت و نمیتونستم ویدیو ضبط کنم. الانم دیگه یکم بهتر شدم، این ویدیو رو گرفتم، امیدوارم که اوکی باشه. یکم هم توپاق میزدم، دلیلش خستگی و حالا کار بیش از حد بود. امیدوارم که در هر صورت جالب بوده باشه براتون، نکاتی رو یاد گرفته باشین. شما از تاب‌آوری سرسختی برامون بنویسین و چی از این ویدیو یاد گرفتین. هر جوری هم که خودتون سلام میدونید از ما حمایت کنید، از شطرنج زندگی هم لذت ببرید.